propaganda and fake messages. ایرانیان آزاده در بروکسل پایتخت بلژیک در مقابل پارلمان اروپا در حمایت از قطعنامه 25 نوامبر پارلمان اروپا و در دفاع از حقوق مجاهدان اشرف دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات که همزمان با حضور ادمیرال کرت نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد و رئیس هیئت همیاری سازمان ملل در عراق برگزار گردید، هموطنانمان ملل متحد و نماینده ویژه دبیر کل را به اقدام عاجل برای رفع اعمال فشارهای ضد انسانی و جنگ روانی و محاصره 22 ماهه اشرف و حضور دائمی تیم ناظر یونامی در اشرف فرا خواندند و خواستار اجرای قطعنامه‌های پارلمان اروپا مصوب 25 نوامبر 2010 و 24 آوریل 2009 در مورد اشرف شدند. در تظاهرات ایرانیان در بروکسل که ساعاتی قبل از دیدار رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی از مقر پارلمان اروپا صورت گرفت، پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای تظاهر کنندگان پخش شد و شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر و مذهبی و نمایندگان پارلمان اروپا و حقوقدانان و همچنین مسئولان کمیسیون‌ها و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و نمایندگان اعضای خانواده‌های مجاهدان اشرف و جوامع ایرانی و جوانان ایرانی مقیم بلژیک سخنانی ایراد کردند. سخنرانان و تظاهرکنندگان ضمن حمایت از اشرف به عنوان سد سدید مقابله با بنیادگرایی و تروریسم صادراتی آخوندها و کانون استراتژیکی آزادی و امید مردم ایران بر ایستادگی قاطعانه برای تضمین حفاظت و حقوق اشرفیان و خاتمه دادن به جنایات خامنه‌ای مالکی علیه مجاهدان اشرف تأکید کردند و از مقامات ملل متحد و دولت آمریکا خواستند برای متوقف کردن نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و به اجرا گذاشتن قطعنامه‌های پارلمان اروپا و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد اشرف دست به اقدام فوری بزنند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در بخشی از پیام خود خطاب به ایرانیان آزاده و حامیان اشرف در تظاهرات بروکسل گفت: اشرف نشانه ها و یاران مقاومت که در دفاع از اشرف و برای آزادی و نجات مردم اسیرتان سر از پا نمی‌شناسیم، به یکایک که شما درود می‌فرستم و از تظاهرات پرشوری که در این سوز و سرما در برابر مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار کردید تقدیر می‌کنم. در گرد همایی شما و در کاردارتون شعله‌های برانگیختگی و غیرت و عزم یک ملت به پا خواسته برای آزادی زبانه می‌کشد.
امروز مردم ایران به شما فرزندان رشید خود درود میفرستند. امروز جهان از خودگذشتگی و ایمان و یقین شما را تحسین میکند که در دل سیاهی ها نور آزادی و پیروزی را برمی‌افروزید. علی فقیه ارتجا و دست نشاندگانش در عراق که مذبوحانه در پی انهدام اشرفند، در برابر پایداری شما دوام نمی آورند. سنگدلانی که از دسترسی بیماران صعب العلاج شما در اشرف به امکانات درمانی جلوگیری می کنند محکوم به شکستند، و کسانی که در زد و بند با دشقیمان حاکم راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران را سد می کنند در برابر نیروی ایمان شما و خلقتان قادر به ایستادگی نیستند. شما در حقیقت غیر ممکن را ممکن کرده اید و با این اراده های شکست ناپذیر و این ایمان مستحکم و بیخلل حتمیت پیروزی مردم ایران بر رژیم ولایت فقیه را نشان داده اید. شما با الهام از حماسه پایداری اشرف که جهانی را به ایستادگی برمی انگیزد برای کارزار عظیم جهانی قیام کردید و صدای مظلومیت و حقانیت اشرفیان را عالمگیر کردید. درود بر همه شما. ایران بلند، ایران بلند، ایران بلند.